کرونا ابتدا با تب و سرفه خشک شروع و بعد از یک هفته با تنگی نفس همراه می شود. سردرد، دردهای عضلانی و احساس خستگی هم از دیگر علائم این بیماری است. شخص مبتلا به ندرت دچار آبریزش بینی می شود و یا حتی عطسه می کند. سازمان جهانی بهداشت می گوید از زمان ابتلا به ویروس تا بروز علائم آن حدود 14 روز طول می کشد. بعضی تحقیقات می گوید 24 روز. اگر با این علائم و شبیه آن روبرو شدید، حتما از پزشکتان بخواهید که از شما تست کرونا بگیرد. تا گرفتن این تست به مراکز عمومی نروید و از تماس با افراد خانواده خودداری کنید. تمام موارد این بیماری منجر به مرگ نمی شود. آخرین آمار نشان می دهد که از هر 100 نفر، 1 یا 2 نفر جانشان را از دست می دهند. بیشترین کسانی که جانشان را از دست دادند یا سن بالا داشتند یا بیماری‌های زمینه‌ای مثل بیماری تنفسی. اولین چیزی که پزشکان و متخصصان برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا توصیه می‌کنند شستن صحیح دست هاست. اما چطوری؟ کف دست ها، لای انگشت ها، لای ناخون ها، شست و پشت دست. اگر کسی سرفه یا عطسه می کند، از او فاصله بگیرید. ویروس از طریق سرفه و عطسه گسترش پیدا می کند. درباره استفاده از ماسک هم اکثر متخصصان معتقدند زدن ماسک کمک زیادی به این ماجرا نخواهد کرد. چه ماسک های با فیلتر و چه بدون فیلتر؟ ماسک قطعاً به کسانی کمک میکنه که مبتلا به ویروس کرونا هستند، چون مانع پخش ویروس میشه. پس نکته مهم اینه، اگر عطسه یا سرفه میکنید حتماً از دستمال جلوی دهنتون استفاده کنید و اگر دستمال ندارید از آرنج استفاده کنید. به چه شکل؟ کار دیگری که می توانید برای حفاظت از خود انجام دهید این است که از حضور در جاهای شلوغ خودداری کنید. از حضور در مراکز خرید، رستوران ها، متروها و اتوبوس ها پرهیز کنید. اگر بیرون خونه هستید و امکان شستن دستاتون رو ندارید، غذا نخورید و حتما مواظب باشید دستتون رو به چشماتون نمالید. تا می تونید در این دوره از روبوسی و دست دادن با دوستان و آشنایان پرهیز کنید. در ضمن یادتون باشه شهروندان و مسافرانی که از شرق آسیا به ایران یا هر جای دیگه دنیا میان الزاماً ناقل ویروس کرونا نیستن. اونا رو تهدید حساب نکنید. با اونها همون رفتاری رو داشته باشید و همون احتیاط‌هایی رو بکنید که با بقیه میکنید.